پنجم زلقعده سار روز ارتحال سید ابن تاووس است او صاحب کتاب لحوف است که از معتبرترین مقاتل در زمینه شهادت امام حسین علیه السلام محسوب می شود همکارم در گزارش خود به بررسی حیات این عالم برجسته و بزرگوارشی پرداخته که در ادامه با هم می بینیم. رضیالدین دین ابوالقاسم علی ابن موسا ابن تاووس در پانزدهم محرم سال 589 هجری قمری در شهر هله دیده به جهان گشود. نسبش از جهت پدر به امام حسن علیه السلام و از سوی مادر به امام حسین علیه السلام میرسد و از همین رو به زلحسبین مشهور است. در خاندان مادری وی نام افراد مشهوری چون ورام ابن عبی فراس و شیخ توسی به چشم میخورد. دوران کودکی و نوجوانی وی در زادگاهش سپری شد و به صلاح دید پدر و مادر برای ازدواج با دختر وزیر شیعی ناصر ابن مهدی راهی بغداد شد. سید ابن تاووس در زمینه کسب علم و پیشرفت تحصیلی از هوش و استعداد فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده و آنچه را که دیگران در چند سال می‌خواندند در یک سال تمام و حفظ می‌کرد و با تلاش و کوشش بسیار و نیز با مطالعه مجموعه کتاب‌هایی که از جد مادریش و رام ابن ابی فراس به وی رسیده بود توانست در فقه بر هم دوره ای ها و حتی قبل از خودش سبقت بگیرد سید ابن تاووس دارای مقامات علمی و معنوی بسیاری بوده و علمای پس از او این عالم وارسته را به دیده احترام و بزرگی نگریستند علامه هلی برخی از کرامات او را که خود و پدرش شاهد آن بودند بیان کرده است علامه مجلسی با عبارت از سید النقیب از سقت الزاهد زاهد جمال العارفین از وی یاد کرده است شیخ عباس قومی او را با اوصافی چون الاجل، الاورع، الاسد، قدوت العارفین و مصباح المجتهدین صاحب الكرامات الباهره و المناقب الفاخره و غیر معرفی کرده است سید ابن تاووس در طول عمر پربرکت خیش با بهره گیری از کتاب های اجدادش و نیز کتوبی که خود فراهم آورده بود موفق شد اثرات علمی گرانبهایی از خود به یادگار بگذارد که تعدادی از آنها در اثر طوفان حوادث از بین رفتهاند کتاب لحوف اثر گرانقدر سید ابن تاووس که وی در مقدمه کتاب اشاره فرموده خلاصه ای از داستان جانسوز و غمانگیز کربلا و مقصود وی از نگاشتن این کتاب آن بوده که کتابی در مسائب سید و شهدا و اهل بیتش در دست شیفتگان آن امام باشد تا در زمان تشرف به حرم متحر آن را به همراه داشته باشند و با یادآوری این حادثه دردناک از اجر و ثواب گریه و حزن بر حضرتش بهرمند گردند وی برای مدتی بغداد را ترک کرد و در عطبات آلیات سکنا گزید و بعد از بازگشت به بغداد در روز دوشنبه پنجم زلغده سال 664 هجری قمری در آنجا وفات یافت و جسم متحرش به نجف اشرف منتقل و در کنار بارگاه ملکوتی امیر علیه السلام مدفون گشت.